خبری از عربستان. همچنان اخبار نگران کننده از احتمال اعدام برخی از زندانیان در عربستان سعودی به گوش می رسد و گویا این کشور تمایلی به کاهش این گونه رفتارها و یا تغییر در سیاستهای خود ندارد. یافته‌های جدید سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا حکایت از آن دارد که به زودی اعدام‌هایی در منطقه شیعه‌نشین دمام رخ خواهد داد. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا در گزارش اخیر خود بر اساس آنچه که به عنوان تحرکات مشکوک در مجاورت زندان دمام در عربستان سعودی توصیف کرده، ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در ادامه فاش کرده که این تحرکات با برخی از گزارش ها مبنی بر عکس گرفتن از برخی از محکومان اعدام احتمالاً مرتبط است. به گزارش خبرگزاری اخبارشی سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا، در بیانیه‌ای که در اکانت رسمی خود در ایکس منتشر شد گفت این روزها حرکات مشکوکی در حوالی زندان دمام مشاهده می شود که نیروهای امنیتی سعودی با آمبولانس ها و خودروهای پدافند غیر نظامی آن محدوده را محاصره کرده و راه های اطراف آن را بستند. این سازمان در ادامه افزوده است که این تحرکات همزمان با گزارش های مرتبط به عکس گرفتن از برخی از محکومان به اعدام بوده که بر اساس بررسی های این سازمان حداقل 66 نفر در چنین شرایطی قرار گرفتند که حکم 3 نفر آنها قطعی بوده و 9 نفر از آنها نیز زیر سن قانونی بودند. سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا در گزارش خود به نقض حقوق بشر در عربستان سعودی به ویژه حقوق زنان و سرکوب آزادی بیان نیز اشاره کرده است. این سازمان در رابطه با دیگر موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی حضور حداقل 52 زن را در زندان‌های این کشور تایید کرده که از جمله در میان آنان زندانیان عقیدتی زن بوده که مقام‌های قضایی برای آنها احکام سنگین زندان با دوره‌های نجومی تا 90 سال تعیین کردند. گفتنی است که عربستان سعودی به دلیل محدودیت آزادی بیان و دستگیری تعداد زیادی از مخالفان با انتقادهای گسترده حقوق بشری از سوی بسیاری از سازمانها، نهادها و کشورها مواجه است. این اعتراضها پس از اجرای برخی از احکام خشونت‌آمیز همچون اعدام در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. نهادها و سازمانهای بین‌المللی همچنین در پی قتل دلخراش جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی در سال 2018 در کنسولگری این کشور در استانبول، سیاست‌های خشونت‌آمیز و سرکوب در عربستان سعودی را محکوم کردند. علی اکبری، اخبار شیعه. سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما هستند. آقای شریف نژاد سلام، وقت شما بخیر. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم. جناب شریف نژاد، چرا حکومت عربستان سعودی علی‌رغم تلاش برای نمایش چهره مدرن و اصلاح‌گرایانه از خود همچنان به اعدام و زندانی کردن مخالفان خود ادامه میده؟ بفرمایید. ببینید، عربستان سعودی به اصطلاح داره مدرن‌تر و اصلاح ساختاری رو در کشور خودش اجرا میکنه، ولی در لایه‌های پنهان حکومتی هنوزم اسلامیگری و حضور شیوخ دینی در پشت پرده سیاست عربستان سعودی مشهوده. برای همین باید بگیم که عربستان سعودی هم میخواد خلو نگه داره، هم فرما رو، یعنی هم میخواد اون جامعه دینی رو نگه داره، هم جامعه بین‌المللی. برای همین داره دست به اقداماتی میزنه که جامعه جهانی و جامعه حقوق بشر اعتراضات بسیار گسترده‌ای نسبت بهش داره. بله، علی‌رغم بهبود روابط عربستان با ایران و ارتباط مسالمت‌آمیز با برخی از سران کشورهای شیعه همچون عراق، چرا حاکمان این کشور همچنان شیعیان ساکن کشور خود را در مضیقه قرار دادن؟ ببینید، عربستان سعودی نگاه به شیعیانش نگاه تحقیریه.
نه نگاه انسانی. برای همین سعودی ها همیشه مخصوصا در منطقه قطیف این شیعیان رو دچار اذیت بازارها و کشتارهای بسیار زیادی قرار داد، و خلاف اون که دولت عراق بسیار اعتراضاتی رو به عربستان سعودی داشت برخلاف ایران، ولی سعودی ها وعده دادن که شیعیان عراقی که در اونجا هستن رو آزار ندن، ولی با این تفاصیل بازم سعودی ها شیعیان رو اذیت میکنن و باعث اعدام های بسیار زیادی از اون شدن مثلا مردم سرزمین قطیف، و همین نشون سعودی ها اصلا دیپلماسی شیعیان رو قبول ندارن. بله جناب شریف نژاد، نگاهشون نگاه سلفی هست. بله باید چون وقت باید کمه جناب شریف ادامه. نژاد برامون به طور مختصر بفرمایید که آیا شیعیان عربستان سعودی امکان عکس العمل مناسب برای وادار کردن حاکمان این کشور به خاتمه دادن روش هایی همچون سرکوب و اعدام را دارند؟ نه متاسفانه به دلیل اشرافیت بسیار زیاد دستگاه امنیتی سعودی نسبت به مردات شیعیان هستند و عدم اینکه شیعیان نمیتونن اونجا برابری مطلوب داشته باشن نمیتونن.